ثبت 1803 پرونده فساد اداری در یک سال گذشته. موردی که دادستانی کل از آن به عنوان دستاورد خود در مبارزه با فساد یاد می کند. جمشید رسولی سخنگوی این اداره امروز گفت 278 مورد از این پرونده ها توسط مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری ثبت شده و 132 مورد آن نیز بررسی شده است. مواردی که حکایت از اختلاس های کلان در ارگان های مختلف دولتی دارد. از این 278 قضیه 215 قضیش قضایی است که افراد ملکی یا ادارات ملکی در او دخیل هستند. 63 قضیه هم از قضایی است که مربوط به سکتور امنیتی دفاعی یا قضایی نظامی و عسکری میشه که کسایی که متهم هستند در این قضایی منصوبین نیروهای امنیتی و دفاعی کشور هستند. پرونده های حجیمی که رد پای مقام های مختلف حکومتی به شمول وزرا در آن دیده می شود. اما تاکنون تنها پرونده های وحید الله شهرانی و فیروز الدین فیروز وزرای پیشین معدن و صحت عامه رسانه ای شدند. موضوع اصلی که نماینده ها و مجلس هم روی از تاکید داره ای هست که نباید دید دوگانه داشته باشند. اگر پیگیری ها قرار است باشه باید از همه مواضع و پیگیری ها صورت بگیره و فقط به خاطر یک مدت زمان این موضوعات پیگیری شه و بعد دوباره رها شه نباید باشه. برغم ادعای بی‌طرفی نهادهای عدلی و قضایی در امر مبارزه با فساد، اما دیدگاه ها این است که نگاه حکومت نسبت به مبارزه با فساد گزینشی است. از پرونده عبدالرزاق وحیدی گرفته تا متهم شدن شهردار کابل به اختلاس میلیون ها افغانی از نان خشک و فساد در بودجه کووید 19. در این میان هر کی مربی داشت مربا خورد و دیگری پرونده اش تحت بررسی است. با یک نشست خبری ما نمیشه که ده موردی را که شما سوال کردین او را خدمت شما ما یک و یک پاسخی که بتونم که قناعت شما را فراهم بسازه. ما پیشنهاد میکنم که ده مواردی که شما سوال کردین بیاین یک گزارش تحقیقی را آماده بسازین، ما در خدمت شما میباش. با گفته او فرهنگ معافیت از پاسخگویی سوی متهمان فساد برای این نهاد چالش ساست. چالشی که پوشش می شود برای فساد پیشگان به ویژه نزدیکان رئیس جمهوری که پرونده آنها حتی در دادستانی کل هم باز نمی شود. ولی از این که رئیس جمهور در پرونده کلان مداخله کرده باشه، سفارش کرده باشه، این هیچ جای شک نیست. قطعا خیلی قضایی رو خود رئیس جمهور دخالت داره و هدایت میده به نهادهای عدلی و قضایی که کدام پرونده ها رسیدگی شود و کدام پرونده ها رسیدگی نشود، کدام پرونده ها مسئول. شاید همین برخوردهای دوگانه در مبارزه با فساد است که مردم را نسبت به حکومت بی‌اعتماد کرده‌اند.